محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت تاکید کرد که دولت قصد ندارد نرخ ارز در بازار افزایش یابد، بلکه خواهان ثبات بخشیدن در بازار ارز است. آقای نوبخت این سخنان را در توضیح اظهار نظر ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی به خبرنگاران ارائه کرد. آقای سیف روز سه‌شنبه دوم مهر در مراسم صبحانه در اتاق بازرگانی ایران گفته بود بانک مرکزی نخواهد گذاشت قیمت دلار در بازار ایران بیش از پیش پایین بیاید. قیمت ارز در یک هفته گذشته و تحت تأثیر نشانه‌های مثبتی از بهبود روابط ایران و آمریکا و در آستانه سفر حسن روحانی به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل با کاهش نسبی همراه شده بود. قیمت دلار در یک هفته گذشته مرز 3000 تومان را شکسته بود و پس از نزدیک به یک سال در محدوده پایین‌تر از 3000 تومان در نوسان بود. بر اساس گزارش‌ها قیمت دلار با کاهش نزدیک به 8% به 2800 تومان رسیده بود. اظهار نظر آقای سیف روز سه‌شنبه با تایید ضمنی معاون ارزی بانک مرکزی همراه شد و وی تاکید کرده که این بانک در تلاش برای تکنرخی کردن نرخ ارز است. به گفته آقای غلامعلی کامیاب، تکنرخی کردن ارز به معنای کاهش قطعی نرخ ارز در بازار نیست. او با بیان اینکه نرخ ارز را بازار تعیین می‌کند، کاهش نرخ دلار در روزهای اخیر را به طور عمده به انتظارات ایجاد شده مردم نسبت داد. معاون ارزی بانک مرکزی در عین حال کاهش نرخ ارز را خیلی به نفع اقتصاد ندانست و تأکید کرده که نوسانات شدید نرخ ارز مانع از تصمیم گیری درست اقتصادی مردم و فعالان اقتصادی می شود. ولی‌الله سیف پیش از انتخاب شدن به عنوان رئیس کل بانک مرکزی نیز از تثبیت قیمت دلار در محدوده 3000 تومانی دفاع کرده بود. قیمت دلار در بودجه امسال 2450 تومان تعیین شده است.